با پوشش ویژه تحولات در ایران و اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی همراه ایران اینترنشنال هستید. خانواده نیکا شاکرمی تأکید میکنند او دستگیر شده بود. خاله نیکا گفته او در اعتراضات روسریش را آتش زده بود. بررسی خیزش سراسری مردم در نشست سازمان ملل، جاوید رحمان خواستار تحقیقات مستقل درباره قتل مهسا امینی شد. روایت مستندساز حامی جمهوری اسلامی از خشونت‌ها، لباس شخصی‌های سپاه پاسداران معترضان را می‌زدند. در واکنش‌های جهانی 600 هنرمند آلمانی اعتراض‌ها را شجاعانه و تاریخی خواندند. وال استریت ژورنال هم نوشت اقتصاد فلج هم از دلایل اعتراضات در ایران است. در این پوشش ویژه شما را لحظه به لحظه در جریان آخرین خبرها می‌گذاریم. سلام، نادر سلطانپور هستم. 18 روز از خاکسپاری مهسا ژینا امینی گذشته و اعتراض‌ها در سومین هفته خودشه. روایت جمهوری اسلامی از مرگ نیکا شاکرمی بسیار متفاوت از روایت خانواده خود اوست. او دختر 16 ساله‌ای بود که در اعتراضات ناپدید شد. بعد از 10 روز جسدش را به خانواده‌اش در کهریزک فقط نشان دادند. بعد رو بودند و پنهانی به خاک سپردند. تازه‌ترین خبرها در این باره در گزارش مشتبه پور محسن. لبخندی که تا 17 سالگی پا بر جا نماند. مرگ مشکوک یک دختر دیگر همزمان با خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی. 29 شهریور ماه، زمانی که مردم معترض در بلوار کشاورز تهران به خیابان آمده بودند و علیه خامنه‌ای شعار می‌دادند، دستگاه سرکوب وارد عمل شده بود. همان روز نیکا شاکرمی، دختر 16 ساله، از خانه خارج شد اما به خانه برنگشت. مادر و خاله او آتش شاکرمی از آن روز به تمام ارگان‌های مربوطه مراجعه کردند، از زندان اوین تا اطلاعات سپاه. پس از بیش از 8 روز بیخبری، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران مدعی شد که جسد نیکا روز 30 شهریور ماه در حیات خلوت خانه‌ای در خیابان لبافی چهارراه امیراکرم در منطقه انقلاب کشف شده، دو پلاک بالاتر از خانه خالش. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه چهارشنبه این فیلم دوربین مداربسته را منتشر کرده با این ادعا که نیکا وارد ساختمانی نیمه کاره شده و با سقوط از بام درگذشته. این فیلم تایید نمی‌کند دختری که وارد می‌شود لزوماً نیکا شاکرمی است و نشان نمی‌دهد بعداً چه اتفاقی برایش افتاده. سرپرست دادسرای جنایی تهران گفته هیچ ارتباطی بین کشته شدن نیکا شاکرمی و اعتراض‌های اخیر وجود ندارد، چون به گفته او روی بدنش جای گلوله نیست. اما در یک سند اختصاصی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، شهرداری تهران در نامه‌ای به تاریخ 30 شهریور ماه علت مرگ نیکا را صدمات متعدد ناشی از اصابت جسم سخت عنوان کرده که به نظر نمی‌رسد آن جسم سخت که ضربات متعدد زده کره زمین باشد. یکی از نزدیکان خانواده شاکرمی گفته نیکا همان شب به یکی از دوستانش تلفنی گفته ماموران در پی او هستند. منابع نزدیک به این خانواده میگویند خانواده نیکا تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی هستند تا بگویند او در تجمع‌های اعتراضی حضور نداشته. خاله نیکا اما در چت با یکی از دوستان نیکا گفته او در تظاهرات بوده و روسری آتش زده. سلام عزیزم، خیلی خیلی ازت ممنونم، مرسی. ما همچنان امیدواریم و داریم ادامه میدیم تا ببینم بالاخره این بچه رو یه خبری ازش به ما بدن یا نه. در حالی که پیش از این آتش خداکرمی خاله نیکا که نقاش است بازداشت شده بود، 11 مهر در مراسم تشییع پیکر او در گورستان خرم‌آباد، محسن دایی نیکا رو هم بازداشت کردند. قبرستان صالحین به صحنه اعتراض به جمهوری اسلامی و خامنه‌ای تبدیل شد، جایی که صدای شلیک ماموران به گوش می‌رسید تا بگویند ما کسی را نکشتیم. زمانی که مادر نیکا در قبرستان از شهادت دخترش می‌گفت ماموران جنازه او را دزدیدند و به روستای ویسیان بردند و آنجا در کنار قبر پدرش
دفنش کردند. یک نهاد امنیتی خانواده نیکا را تهدید کرده که اگر اعتراف تلویزیونی نکنند، باید منتظر جسد خاله و دایی نیکا باشند. جمهوری اسلامی در تلاش است کشته شدن نیکا شاکرمی را تا حد یک قتل جنایی تقلیل دهد، اتفاقی که مسبوق سابقه است. کشتن مهسا امینی را به یک حادثه پزشکی تقلیل دادند و سرنگونی هواپیمای اوکراینی با پدافند سپاه پاسداران را تا حد خطای انسانی تخفیف دادند. سناریویی که برای نیکا نوشته شده البته علامت سوالهای زیادی دارد. اگر جسد او با موبایل کلوپشتیش 30 شهریور ماه پیدا شده، چرا پس از دست کم 8 روز به خانوادش اطلاع دادن؟ و چرا اجازه مشاهده پیکر نیکا را به خانوادش ندادن؟ یک نظام با یک دستگاه سرکوب و یک دستگاه رسانه‌ای که حالا با نسل نوجوان و جوان معترض روبروست. حکومتی که صدای بلند اعتراض را میشنود و سرکوبگرانش حتی به کودکان هم رحم نمی‌کند. در سناریوهای جمهوری اسلامی هم این دستگاه‌های سرکوب، این واقعیت‌ها قرار نیست واقعیت داشته باشند. این بار هم پلیس جنایی بازیگر سناریوی حکومتی شده که تحت حاکمیتش سال‌هاست کشته‌ها در روایت‌های رسمی طبیعی می‌میرند. حکومتی که به طرز غیر طبیعی لبخندها را از لبها می‌دزدد. مشتبه پور محسن، لندن. بر اساس گزارش‌هایی که به دلیل قطع گسترده اینترنت تصاویر از ایران قطع چکانی و دیر به خارج از کشور میرسه، بر اساس گزارش‌ها ویدیوهایی که به ایران اینترنت رسیده در چند منطقه در تهران و همچنین در دیگر شهرهای ایران اقدامات و ضد اعتراضی علیه حکومت انجام شده. با هم به بعضی از این تصاویر نگاه کنیم. این تصویر بعدی هم که براتون پخش میکنیم از اعتراضای دیروزه که امروز به دست ما رسیده، به ویژه ویدئویی از دانش آموزان.
بزن زندگی آزادی. در تازه ترین واکنش سپاه پاسداران به اعتراض‌های سراسری جانشین فرمانده کل سپاه، میانگین سنی بازداشت شده ها رو 15 سال عنوان کرده. علی فدوی این میانگین سنی رو نشان دهنده آنچه او غفلت از حوزه های تربیتی، معرفتی و تبلیغی خوانده دانسته. او این اعتراضات رو حوادثی سازماندهی شده برای ایجاد آشوب و اغتشاش خواند. نیکولا جعفری، استاد دانشگاه و روانشناس از لس آنجلس کالیفرنیا با ماست. خانم جعفری، اینکه اینقدر بچه‌ها از خودشون اشتیاق نشون دادن که اونها هم اعتراضات و نارضایتی خودشون رو از وضعیت زندگی خودشون و خانواده‌شون این گونه نشان بدن، راجب جامعه ایران چه میگه به شما؟ بله، خیلی ممنون. در وهله اول اجازه بدید اندوه و تأسف قلبی خودم رو به جامعه ایرانی، مخصوصا دهکده جهانی و زنان مبارز ایران ابراز بکنم. و در مورد این سوالی که شما فرمودید، همونجوری که این صحنه های آخر نشون داد، یک دست کوچولویی بودش که معلوم بود سن و سال کمی داره که داشت صفحه رو پاره میکرد و بعد هم سن 15 سال رو اعلام کردن که میانه سن افراد بازداشت شده هستش. ببینید، بچه ها با سن کمی که دارن به همون حد هم فهم و درکشون از بزرگترها خیلی پایین تره و این یه مسئله که مسلماً آشکاره. اما چیزی که من توصیه میکنم پدر مادرها و مخصوصا مربیان و افراد خانواده در نظر بگیرن و اونم این هستش که بچه ها درگیر هیجاناتی میشن که خودشون متوجه نیستن دلیلش چی، عاقبتش چی میشه و اصلا هدف از این هیجانات چی هستش. و وقتی که میبینیم دست کوچیکی این ورقه رو داره پاره میکنه، خیلی مهمه که ما بدونیم به چی دلیل این کار رو میکنه. آیا داره تقلید از بزرگترها میکنه و آیا اگر هم قلبن داره این کار رو میکنه، در چه سطحی هستش که داره، چه هیجاناتی داره؟ بخاطر که بچه ها اغلب برای اینکه بزرگترها رو ناراحت نکنن راجع به احساساتشون صحبت نمیکنن، مگر اینی که بزرگترها کندوکاو بکنن، جستجو بکنن. اینی که این اوضاع و احوالی که الان در ایران هست که متاسفانه در این چندین و چند سال همینجور ادامه داشته، میگه بچه‌ها مخصوصا کودکان اثری میذاره که اون موقع معلوم نیست، اما بعدن به عنوان سوانح بعد پس از واقعه میتونه مشکل ساز باشه. مطمئنا پدرمادران با شما همعقیده هستن که چقدر بچه‌ها رو نباید در معرض خطر قرار داد. اما در آمریکا، اونجا در بریتانیا، در غرب، در مدارس خیلی به بچه ها گفته میشه که حق و حقوقشون چه هست و باید مقابل بولی کردن، مقابل زور ایستادگی بکنند. ویدیوهایی هم که در ایران ما تا الان دیدیم در مدارس به خصوص، بچه ها، دخترها، پسرها خودشون خودجوش این کار را انجام دادن و خودشون به هر حال خودشون جامعه رو میبینن، وضعیت خانواده رو میبینن، نارضایتی عمومی رو میبینن و خودشون خودجوش حس میکنن که میخوان حساب بشن، میخوان شمرده بشن در این حرکت اعتراضی و در واقع فشار یا زوری پشت اونها نبوده. بله، منظور این نیستش که از کودکان، نوجوانان مسائل رو پنهان کرد، بخاطر که بچه‌ها وقتی خودشون میفهمن و از جای جایی پیدا میکنن اطلاعات، اون هم باعث مشکل میشه. ولی که شما عنوان کردید که در اینجا به بچه‌ها در مدارس یاد میدن که چجوری مقاومت بکنن، چجوری از حق خودشون دفاع بکنن، تمام مطالبی که به بچه‌ها گفته میشه که یک مسئله ای که تو دنیای غرب دیگه شناخته شده، مطالبی که با بچه‌ها در میون گذاشته میشه معمولا در سطح سنی و درک فهم و درک و قابلیت های خود بچه تو اون سن هست. هر بچه با بچه دیگه یکسان نیست و بچه ها هم توی سنین متفاوت با هم دیگه فرق میکنن. یک هر بچه 5 ساله ای نمیتونه به اون مثلا رشد و بلوغ سنی رسیده باشه که بچه 5 ساله دیگه ای هم رسیده باشه. در نتیجه اینجا وقتی با بچه ها راجع به مسائل جدی و تغییر و تحولات زندگی، حالا اجتماعی یا سیاسی، صحبت
صحبت میکنن، معمولا گفتمان ها به صورت روایتی داستانیه و بعد به صورت دیالوگ و مکالمه هستش، و در ضمن هر چی که به بچه ها ارائه میشه از نقطه نظر توضیحات در سطح درک بچه هستش. در نتیجه این من فکر کنم فرمولیه که ما باید توی کشورهای خاورمیانه هم پیاده بکنیم، چون توی کشورهای خاورمیانه بیشتر هنوز ما همون عقیده های قبلی رو داریم، قدیمی رو داریم، که بچه ها اتفاقاتی رو که در دوران بچگی میفته فراموش میکنن، و همچنین که بچه ها مقاومت استقامت بیش از حدی دارن، که از نظر علمی و تحقیقی این دوتا مسئله رد شده. بچه ها ممکنه که با استقامت به دنیا بیان، که اینم یک مسئله ژنتیکی هست، برای همینم عرض کردم که هر بچه با بچه دیگه یکسان نیست. بچه ها با یک سری استقامت های ژنتیکی به دنیا میان که محیط میتونه روش تاثیر بذاره. در نتیجه این فلسفه ای که بچه ها یادشون میره، یا بچه ها هم میخوان شرکت بکنن، یا بچه ها هم باید اجازه داد که میدونید از چیز رو پنهان نکرد، باید در سطح فکری و فهم بچه باشه. نیکول جعفری، روانشناس، استاد دانشگاه در لس آنجلس، متشکرم از صحبت با ما. در چند خبر کوتاه، وکیل خانواده مهسا امینی گفته هیچ نظریه پزشکی قانونی بدون حضور پزشکان معتمد رو خانواده نخواهد پذیرفت. محمد صالح نیکبخت گفته خانواده مهسا تا حالا به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده دسترسی نداشته و تایید کرده جلسه پزشکی قانونی شنبه گذشته بدون آگاهی و حضور پزشکان معتمد خانواده برگزار شده بود. امروز یک نشست ویدیویی تحت عنوان حقوق بشر در ایران برگزار شد. شماری از کارشناسان و ناظران ایرانی و خارجی تحولات اخیر را بررسی کردند، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که خواستار تحقیقات بیطرفانه در مورد مرگ مهسا امینی شد. من بایستی مراتب تسلیت و همدردی خودم رو به خانواده مهسا امینی اعلام بکنم و بقیه قربانیان این سرکوبی که همچنان ادامه داره. من محکوم میکنم شدیداً مرگ و کشته شدن مهسا امینی رو، به دلیل اینکه ایشون حجابش رو درست بر سر نکرده بوده، در حالی که همه به نوعی از زیر بار مسئولیت فرار میکنند. تمام شواهد موجود من جمله شهادت خانواده مهسا امینی به طور مشخص، بیانیه پدرش و همینطور گزارشاتی که از منابع پزشکی به دست ما رسیده، همه نشان دهنده وجود خشونت داشته. میخوام دوباره بگم تمام چیزهایی که دیده شده توسط کمیته حقوق بشر، نقل قول میکنم از نظر کلی، در شرایط غیر طبیعیشون نگهداری شده در بازداشت، و تمام اینها میتونه فقط مشخص بشه اگر که تحقیقات درستی اتفاق بیفته. من میخوام از مقامات ایرانی که یک روند تحقیقات بیطرفی رو در ارتباط با کشته شدن مهسا امینی انجام بدن و تمام نتایج رو منتشر بکنن، و هر آن کسی که به نوعی دخیل بوده رو در مقام پاسخگویی قرار بدن. استفاده کردن از خشونت برای اینکه حجاب اجباری رو اعمال بکنن، این خلاف حقوق بشر و عزت انسانی هست. جاوید رحمان بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. جواد موگوی، از فیلمسازان حکومتی در ایران، از حضور نیروهای سپاه پاسداران در برخورد خشونتبار با معترضان گزارش داده. آقای موگوی گزارشی رو روایت کرده که خود او شاهد کتک خوردن یک دختر بوده و وقتی برای دفاع از او جلو میره، چند فرد بسیجی به خود او حمله ور میشند و با مشت و لگد 13 گلوله پلاستیکی و ساچمه‌ای به او شلیک میکنند. این مستندساز حامی حکومت اضافه کرده در روزی که در میدان انقلاب بوده، علاوه بر نیروهای بسیج و یگان ویژه، لباس شخصی های سپاه پاسداران هم برای برخورد و دستگیری معترضان حضور داشتند. سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، اینجا با ماست. آقای بشیرتاش، اول به همین موضوع بپردازیم که خود نزدیکان بیت رهبری دارن میگن که چه میزان خشونت و واقعا با قسی القلب بودن نیروهای سرکوب رو نشون میده. بله، البته اینجا دو مسئله خیلی به نظر من حائز اهمیته. یکیش اینه که سپاه پاسدارانی که میگه ما به هیچ وجه هیچ دخالتی نداشتیم، حضور جدی داره، و
ولی خب با لباس متفاوت، یعنی هم بسیج هم سپاه پاسداران به صورت جدی حضور دارن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی واقعا میشه گفت تقریبا تمامی نیروی سرکوبش رو وارد میدان کرده و بیشتر از این به نظر من توان چندانی نداره و در حال فرسوده شدن هم هستند. یکی از دلایل فرسودگیش این است که حتی تزلزل در میان نیروهای سرکوب هم وجود داره، همونجوری که آقای موگویی خودش الان اینجا نشون میده که بالاخره راضی نیست از این وضعیت. افراد بسیار زیادی هستن، از جمله آقای آخوندی که وزیر پیشین دولت روحانی بود صحبت کرد، گفتش که فرومایگان بر قدرت هستن، سنت سلفی رو حاکم کردن و ما این تزلزل رو در خانواده های حتی برخی از این بدنی به هر حال میانه حکومت که 100%، ولی حتی در بعضی از این مسئولان حکومتی هم احتمالاً می‌بینیم، چون اونها هم بچه‌هاشون میرن مدرسه، در ارتباط با جامعه هستن و همه اینها نشون میده که جمهوری اسلامی متزلزل شده و واقعا برخوردش هم یک برخورد متزلزلیه. اگرچه تمام توانش رو برای سرکوب گذاشته، اما این سرکوبی هم که کرده نشون میده که اون توانایی کامل رو دیگه مثل سابق نداره. اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه، اگر این خیزش ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم برای جمهوری اسلامی جمع کردنش بسیار دشوار باشه، مخصوصا موقعی که وارد مدارس هم شده. چگونه میخوان برن این همه مدرسه دختران دبیرستانی، پسران دبیرستانی؟ واقعیت این است که جمهوری اسلامی با بزرگترین بحران تاریخ خودش مواجه شده و اگر هم بخواد ازش در بیاد به سختی و بسیار ناتوان خواهد شد. پس از اون آقای بشیتش، صفات متفاوتی و لغات واژه‌های متفاوتی استفاده میشه برای آنچه که در ایران در حال وقوع جنبش، خیزش، بعضی حتی میگن پیشا انقلاب، در واقع چطور میشه که یک خیزش به انقلاب تبدیل میشه؟ چه مرحله باید طی کنه؟ چه ویژگی هایی داره؟ ببینید، انقلاب، خب ما در ادبیات فارسی خیلی معمولا صحبت از انقلاب کلاسیک میکنیم، مثل فرانسه، روسیه. خب توی فرانسه یه مقدار شرایط متفاوته به خیلی از خیزش هایی که اثرات بزرگی در سطح جامعه داشته باشن بهش میگن انقلاب، و در اینجا مثلا در خود فرانسه تمام روزنامه ها صحبت از انقلاب ایران دارن میکنن. خب ولی خب در ایران بیشتر انقلاب کلاسیکه. من خودم شخصا این رو یک انقلاب میدونم، به این معنا که یک نوع چیزی که خود غربی ها بهش میگن انقلاب ایران، چون میگن یک نوع نوزایی جدید هست، یک نوع رستاخیز جدید هست، یک ایران جدید هست که واقعا داره بیرون میاد و واقعا تمام جهان رو تحت تاثیر قرار داده، کشورهای غربی رو هم تحت تاثیر قرار داده. مطمئن باشید این چیزی که من بهش، به نظر من همچون که بسیار از کارشناسی غربی اسمش میگن انقلاب، اعلام پایان جمهوری اسلامی هست. حالا ممکنه بلافاصله بعد از این نباشه، اما جمهوری اسلامی دیگه سالم از این در نمیاد و با هر حرکت دیگه به سادی گمون کنم جمع بشه. مطمئنم که حتی شخص خامنه‌ای شاید برای اولین بار بعد از این چندهی که حکومت میکنه از خودش به خودش میگه این گونه دیگه نمیشه ادامه داد، با ادامه وضعیت بدین گونه 100% ساقط میشیم. ولی موضوعی که نمیتونه ببنده، نمیتونه باز بکنه، هر چون به علت اینکه زیاد بسته بود این گونه شد شرایط، نمیتونه بیشتر به زنا فشار بیاره، گشت ارشاد. در این حال هر گونه باز کردن و رفرمی هم واقعا براش به نظرش خطرناکه و میتونه منجر به فروپاشی بشه. برای همین به نظر من جمهوری از این آخرین توان رو از جمهوری اسلامی گرفت. حالا اگر منجر به سقوط سریعش شد که مردم ایران پیروز شدند و به آزادی رسیدند، ولی در هر صورت جان سالم به در نخواهد برد و به نظر من به زودی با حرکت دیگه‌ای، چون جامعه ایران آماده است، بستر واقعا اعتراضاتی است که به هر حال جمهوری اسلامی هم دیگه از این به بعد میدونه بعد منتظرش باشه و من فکر می‌کنم پایان جمهوری اسلامی هست، برای همین انقلاب مینامش. متشکرم از شما سعید بشیرتاش. ناشران مستقل ایران در تبعید هم از اعتراضهای مردمی حمایت کردند، بیانیه‌ای صادر کردند و قیام مردمی علیه وضعیت موجود رو نقطه غیر قابل بازگشت توصیف کردند. به نوشته ناشران، اعتصاب سراسری معلمان، آغاز اعتراضات دانش آموزی و زمزمه اعتصابات گسترده در مراکز کارگری نوید بخش تحولات عظیم و بنیادین در کشور. این بیانیه به امضای 12 ناشر از جمله نشر باران، فروغ، کتاب و نوگام رسیده. مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد با ما هستن. آقای مافان، قدری بیشتر برامون بگید این نیازی که ناشران مستقل در تبعید حس کردن که باید الان این بیانیه رو صادر کنن و هدفتون چه بود؟
سلام و درود بر شما و به شنوندگان و بینندگانتون. توی که همچنین که گفتید اعتراضات گسترده‌ای که در ایران ادامه داره و این گستردگی فقط مربوط به شهرهای بزرگ و شهر مرکزی نیست و به همه جای ایران از جمله بلوچستان و جنوب ایران هم گسترش پیدا کرده، نشان از اتفاقاتی میده و اعتراضاتی میده که مردم از وضعیت موجود خسته شدن و نوید در واقع یک تغییر تحولاتی رو میده. با توجه به اینکه این اعتراضات تونسته تو عرصه بین‌المللی مطرح بشه و بسیار از نهادهای حقوق بشری و فرهنگی مردمی اعتراض کردن به وضعیت موجود و حمایت کردن از صنف‌های مختلف، از جمله آن چیزی که به ما برمیگرده، به مثال اتحادیه ناشران سوئد از ناشران مستقل در ایران حمایت کردن و براشون اطلاعیه صادر کردن، کانون نویسندگان سوئد، مرکز نویسندگان سوئد هم به همین شکل پیام‌های مختلفی داده. پن اینترنشنال در کنگره که همین شنبه گذشته در استکهلم، کنگره جهانی پن برگزار شد، در اونجا در واقع اطلاعیه در حمایت از اعتراضات ایران و در دفاع از آزادی بیان صادر کرده. این در واقع مهم رو برای ناشران مستقل فارسی هم در واقع اهمیتش رو بیشتر که بتونن در روند همه فعالیتایی که در 40 سال 43 سال گذشته ناشران انجام دادن، در واقع دفاع از آزادی بیان، دفاع از نشر بدون سانسور و عملکردهایی که در واقع همه ناشران داشتن، در واقع وظیفه طبیعی بود که بتونن این 12 ناشر و حتی ناشرهای دیگری هم هستن در خارج که بخوان از این خواست دفاع بکنن، در واقع بدون اینکه ما بخوایم برای ناشران داخل کشور تعیین تکلیف بکنیم، ازشون خواستیم که در واقع به سانسور در واقع و خود سانسوری در واقع جواب منفی بدن، پایان بدن، نادیده بگیرن این سانسور رو و تشویق بکنن به انتشار کتاب‌های بدون سانسور یا بدون مجوز. مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد، متشکرم از صحبت با ما. و متشکریم از شما که برای پوشش تحولات و خبرها در ایران همراه ایران اینترنشنال هستید. تا دقایق دیگر دوباره با شما خواهیم بود. میرزاده عشقی در سال 1273 در همدان به دنیا آمد. 12 ساله بود که فرمان مشروطیت امضا شد. در سال 1300 روزنامه قرن 20 را به چاپ رساند و رویکرد انتقادیش در این روزنامه در نهایت منجر به قتل او در 29 سالگی شد. عشقی حجاب را یکی از دلایل محرومیت زنان ایرانی از حقوقشان می دانست. آتشین طبع تو عشقی که روان است چو آب، رخ دوشیزه فکر از چه فکنده است نقاب. در حجاب است سخن گرچه بود ضد حجاب، بس خرابی ز حجاب است که ناید به حساب. تو سزد بر دیگران بدهیده است، سخن آزاد بگو هیچ مترس. شرم چه مرد یکی بنده و زن یک بنده، زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده. چیست این چادر و روبنده نازیبنده، گر کفن نیست بگو چیست پس این روبنده.
با پوشش ویژه تحولات در ایران و اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی با ایران اینترنشنال هستید. خانواده نیکا شاکرمی تاکید می‌کند که او دستگیر شده بود. خاله نیکا می‌گوید او در اعتراضات روسریه‌اش را آتش زده بود. گفتگو درباره خیزش سراسری مردم ایران در نشست سازمان ملل، جاوید رحمان خواستار تحقیق مستقل درباره قتل مهسا امینی شد. روایت مستندساز حامی جمهوری اسلامی از خشونت‌ها، لباس شخصی‌های سپاه پاسداران هم معترضان را می‌زدند. در واکنش‌های جهانی 600 هنرمند آلمانی اعتراض‌ها را شجاعانه و تاریخی خواندند. همطور که گفتیم بیش از 600 هنرمند آلمانی حمایت خودشون را از خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت اعلام کردند. اونها در این نامه خطاب به مردم نوشتند ما با همدردی و تحسین دنبال می‌کنیم که چگونه این اعتراضات تاریخی می‌خواهد به دیکتاتوری 43 ساله جمهوری اسلامی پایان دهد. حالا گفتند ما مقاومت شجاعانه شما را می‌بینیم و آن را تحسین می‌کنیم. تارا گرامی هنرپیشه نویسنده از لس آنجلس کالیفرنیا با ماست. خانم گرامی، یک هنرمند چه حسی بهش دست میده که این نیاز رو می‌بینه که باید از یک حرکت اعتراضی بیاد و حمایت کنه؟ دلیلی که نمی‌پرسم اینه که می‌دونیم که بعضی از هنرمندان این نیاز رو حس نمی‌کنند. اولا سلام، مرسی از دعوتتون، خیلی خوشحالم که اینجام با شما. به نظر من هنرمندها وظیفه‌شونه که صدای قلب مردم باشن و برای اینکه هنرمندان مخاطبین زیادی دارن، این باعث میشه که این صدای قلب مردم و این خیزش به همه جای دنیا برسه، که ما واقعا وظیفه‌مون اینه که همه این چیزا به همه جای دنیا برسه. در ضمن طبیعتاً به مردم روحیه میده وقتی میبینن هنرمندایی که دوست دارن ازشون حمایت میکنن، و این روحیه شاید باعث بشه که مردم ادامه بدن. ارزیابیتون چه هست از میزان حمایتی که تا به حال به خصوص در سطح بین الملل شاهدش بودید از اعتراضات و خیزش در ایران؟ واقعا باورم نمیشه. از همه جای دنیا بازیگرای مختلف، دیروز دیدم جولیت بینوش موهاش رو زده بود، یعنی انقدر هنرمند رو دوست دارن که پشت ما باشن، و انقدر من افتخار میکنم به خواهر و برادرای ایرانی که بیرون ایران هستن و صداشون رو خیلی بلند کردن توی اینستاگرام، تویتر، تو تمام این جاها. خیلی واقعا افتخار میکنم که تونستن صداشون رو به بزرگترین بازیگران، موزیسیان دنیا برسونن. حتی امروز دیدم برند بالنسیاگا همه پستاشون رو پاک کردن و فقط نوشتن زن زندگی آزادی. و چقدر فکر میکنید که همین شعار زن زندگی آزادی و اینکه زنان واقعا در خط مقدم بودند، این قوه محرکه بوده برای این میزان حمایت بین‌المللی از تحولات در ایران؟ خب خیلی مهمه، حقوق زنان تو دنیا خیلی مهمه. این حقوقی همه کشورها پشتشن، و این زن زندگی آزادی واقعا ما رو به هم وصل کرده و تونسته تمرکز کنیم روی یه جمله، و این یه جمله خیلی مهمه. متشکرم از شما تارا گرامی، هنرپیشه و نویسنده در لس آنجلس. خیزش سراسری علیه حکومت ایران اعتراضی است به 4 دهه کارنامه جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها: سیاست، جامعه، فرهنگ و محیط زیست. مهدی سپهوند گزارشی داره در این باره. حربه مدافعان وضع موجود ایران، از جمله این مقام بسیج دانشگاه الزهرا، در مواجهه با مطالبات امروز مردم، تقلیل خواسته های آنها به لخت بودن و کتمان این واقعیت است که رژیمی که از آن دفاع می کنند خواستار دست اندازی به همه آن چیزهایی است که متعلق به یک ملت است. این نوع از حاکمان را دارون عجم‌اغلو، اقتصاددان صاحب نام جهان و استاد اقتصاد دانشگاه MIT، در گفتگو با ایران اینترنشنال اقلیت چپاولگر می نامند.
من در طول زندگی کاری خودم زمان زیادی رو صرف مطالعه اونچه که من و جیمز رابینسون همکارم نهادهای چپاولگر نامیدیم کردم. ایران امروز به نوعی الگو و نمونه بارز چنین رژیمیه. قدرت در دست گروه کوچکیه که به شکل فزاینده‌ای ظالمتر و سرکوبگرتر میشن و ثروت و منابع کشور رو به تاراج میبرن. اما ذات واقعی و زیست دوگانه مسئولین و خانواده های آنها بعضن در گفته های خود آنها نیز عریان می شود. فرزندان 5400 اندی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران در خارج از ایران هست. آقا چطور میشه جمهوری اسلامی ایران حقوقش خوبه، درآمدش خوبه، مسئولیتش خوبه ولی تابعیتش برای شما باشه؟ افت رفاه ایرانیان و افزایش فقر از یک سو و زندگی لوکس خانواده های مسئولین جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی از سوی همزمان است با درز مداوم اخبار اختلاس، دزدی و فساد اقتصادی صاحب نفوذان سیاسی. تبعات این فساد سیستماتیک یعنی رشد اقتصادی 0% در یک دهه و تورم دو رقمی طولانی مدت رمقی برای فعالان اقتصادی و امیدی به بهبود اوضاع باقی نگذاشته مگر از راه خیزش سراسری علیه کلیت این نظام. وال استریت جورنال در گزارشی به نقل از صاحبان کسب و کار در تهران نوشته اقتصاد ایران در چنگ گروه‌های همراه با حکومت است، از صندوق‌های بازنشستگی تا نهادهای مذهبی و شرکت‌های تحت مالکیت سپاه پاسداران جایی برای تنفس بخش خصوصی باقی نمانده است. تلاش برای رهایی از چنین حکمرانی نامطلوبی تلاشی بیوقفه در 14 دهه گذشته بوده، اگرچه قدرت اقتصادی نهادهای چپاولگر، رانت نفت و قدرت سرکوب در نهایت منجر به دگرگونی اساسی نشده. پروفسور عجم‌اغلو نویسنده کتاب‌های مشهوری چون چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و راه باریک آزادی مدل حکمرانی جمهوری اسلامی را دزد سالاری می‌داند و باور دارد چون این نظام‌هایی پایدار نخواهند بود. تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی سقوط این رژیم دوسالاره. در تاریخ نمونه ای از نظام‌های غیر مردمی که جمعیت کوچکی مسئولیت اداره کشور رو دارند وجود نداره که استمرار یافته باشن و از نظر اقتصادی و اجتماعی موفقیت کسب کرده باشن. مهدی سپهوند، لندن. دیروز براتون گفتیم که جمهوری اسلامی داره از مکان نزدیک کرج پارازیت میندازه مستقیما روی ماهواره‌ای که ایران اینترنشنال پخش میشه و که خلاف قوانین بین الملل هست. الان گزارش‌های رسیده از ایران حاکیه که پخش تعداد زیادی از شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی روی ماهواره اینتلسات با اختلال روبرو شده. وبسایت‌هایی که وضعیت فرکانس‌های ماهواره‌ای رو رصد میکنن گزارش کردن که فرکانس 1554 ماهواره اینتلسات که دارای 48 شبکه تلویزیونی و رادیوی جمهوری اسلامی امروز دچار اختلال متناوب بوده. گروهی از کاربران شبکه اجتماعی هم همین رو گزارش کردن. حالا خبر اومده که یک گروه هکری موسوم به انانیمس مسئولیت ارسال پارازیت بر امواج تلویزیونی و رادیوی صدا و سیما رو قبول کرده و گفته تا وقتی که جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های ماهواره فارسی زبان پارازیت ارسال کنه، این گروه هم بر روی فرکانس‌های ماهواره صدا و سیما پارازیت خواهد فرستاد. این تحولات در ایران و خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی بسیار از چیزها رو دگرگون کرده. الان هنر با سیاست عجین شده و همچنین ورزش با سیاست به خاطر حمایت گسترده‌ای که ورزشکاران از مردم ایران و معترضان کردن. فرد سعودی ایجاز تا برامون بیشتر از این واکنش‌ها و دیگر خبرها بگه. فرد نادر، واکنش‌ها همونطور که اشاره کردی ادامه داره، واکنش‌های ورزشکاران حمایت کننده، اما فشارها هم ادامه داره و امروز هم در اخبار خواهیم دید که فشارها همچنان بیشتر هم شده. بله، پیام نیازمند به دلیل حمایت از خیزش سراسری مردم ایران و اعتراض به سرکوب جمهوری اسلامی از تیم فوتبال سپاهان حذف شد. در آزمون ملی پوش باشگاه سپاهان که در
روزهای اخیر صفحه اینستاگرامش از دسترس خارج شده، در بازی مقابل هوادار در ترکیب اصلی قرار نگرفت و در چند روز اخیر هم در تمرینات تیمش حضور نداشته است. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، کنار گذاشتن نیازمند از سپاهان با دستور محمد رضا ساکت مدیر عامل باشگاه سپاهان و اعمال فشار حراست شرکت فولاد مبارکه صورت گرفته است. با اینکه حسین ماهینی و حمیدرضا علی عسکری فوتبالیست‌های بازداشت شده بعد از چند روز با وثیقه آزاد شدند، اما همچنان تکتم آخوندزاده ملی‌پوش پیشین قایقرانی و سارینا قرابت ملی‌پوش پیشین تیراندازی در بازداشت هستند و خبری از وضعیت این دو ورزشکار در دسترس نیست. آخوندزاده و قرابت پیشتر از اعتراضات مردمی حمایت کرده بودند. همچنین آریا جعفری عکاس ورزشی هم در روزهای گذشته بازداشت شده که اطلاعی از وضعیت او هم در دست نیست. اما مثل روزهای اخیر نگاهی داشته باشیم به واکنش‌های ورزشکاران در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی. رسول خادم رئیس پیشین فدراسیون کشتی در پست جدید اینستاگرامیش نوشت آنهایی که با کوتاهی در عمل به مسئولیت‌هایشان مقصران ایجاد بستر اعتراض مردم هستند، کاسه از آش داغ‌تر شده و مدعی شده که باید کسانی را که دلسوزانه در کنار مردم بودند به عنوان مقصران اصلی تنش‌های اخیر پاکسازی انقلابی کرد. چه فرافکنی حساب شده ای. نماینده مجلسی که امروز باید پاسخگو باشد که در جریان اعتراضات در این چند روز کجا بوده است، کدام داد را به صحنه مجلس آورده. قهرمان سابق کشتی جهان و المپیک در ادامه نوشت امروز اگر قرار است جایی پاکسازی انقلابی شود، همین مجلس غیرمردمی و نمایندگانی است که بی‌تعهدی خود به مردم را در پشت شعارهایشان پنهان کردند. مجلس باید از وجود جماعتی که مردم را به خودی و غیر خودی تقسیم می‌کند پاکسازی شود. عشق و خونی که در کف خیابان از هر طرف ریخته شد به گردن همین مجلس است. سودابه باقرپور بازیکن تیم ملی والیبال هم در مطلبی خطاب به هم تیمی‌هایش و ملت ایران نوشته یادتون هست اولین بار که رفتیم مسابقات آسیایی به ما چی گفتن؟ شما فقط نماینده جمهوری اسلامی هستید. گفتن مقام واسه ما مهم نیست. شما باید به دنیا بگید زن مسلمان هم میتواند در صحنه آسیایی و جهانی باشد. اون لباس‌های بلند و کلفت و مقنعه‌هایی که از شدت خیز شدن توی هوای شارجه باید سه بار عوضشون می‌کردیم تا مریض نشیم. مسخره شدن از طرف تیم‌های دیگر هم بماند. من هیچ وقت تمام بی‌عدالتی‌ها که در حق هم شد فراموش نخواهم کرد، شما هم فراموش نخواهید کرد. نواب نصیر شلال دارنده مدال طلای المپیک 2012 لندن در وزنه برداری هم گفته در پی آن همه خون که بر این خاک چکید ننگمون باد این جان. سمانه رضایی ملی پوش پیشین تگواندو ایران هم با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال ضمن حمایت از اعتراضات مردم ایران گفته بیایید به کابوس جمهوری اسلامی پایان دهیم. با سلام، سمانه رضایی هستم، عضو اسواق تیم ملی تکواندو ایران. با فرستادن این پیام میخواستم حمایت خودم رو از هموطنهای عزیز ایرانی و ورزشکارا اعلام کنم و به شما بگم که با اینکه ایران نیستم قلبم پیش شماست و برای شما میتپه و از شما درخواست کنم به این همبستگی بپیوندید و یک بار برای همیشه به کابوس جمهوری اسلامی خاتمه بدیم. حکومتی که 1500 انسان رو تو سه روز میکشه عادی نیست. حکومتی که به هواپیمایی مسافربری شلیک میکنه عادی نیست. حکومتی که به مهساها و حدیثها شلیک میکنه عادی نیست. و زندگی در زیر سایه این حکومت عادی نیست. میخوام ازتون خواهش کنم یک لحظه تصور کنید اگه به جای مهسا امینی خواهرم، خواهرت، خواهرامون بودن چه اتفاق میفتد؟ برای زن زندگی آزادی. حسین صادقی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و باشگاه استقلال هم به کنایه نوشته خوش به حال مسافرکشان میدان آزادی که آزادانه فریاد میزنند آزادی آزادی و آبران خسته میپرسند آزادی چند. و من آوری را دیدم که از راننده پرسید آزادی کجاست. راننده گفت رد کردی، آزادی قبل از انقلاب بود. علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران هم نوشت برای جا دادن این همه اندوه نیازمند قلب‌های بزرگتری.
بودیم. پیمان رجبی ملی‌پوش پیشین دو میدانی هم با انتشار عکس و نقل قولی از نلسون ماندلا نوشته برای رسیدن به آزادی لازم نیست آسمان و زمین را بخرید، فقط خودتان را نفروشید. ممنون که با من همراه بودید. برمیگردیم به نادر و ادامه خبر. متشکرم استاد فرباد سروندی. خوشبختانه تعداد زیادی پیام صوتی برای ما میفرستید، هم روایت هایی که مشاهده میکنید هم برای ابراز نظر و عقاید. در طول روز بسیار از این پیام ها رو پخش میکنیم. الان شماری از این پیام ها رو انتخاب کردیم که با هم گوش کنیم. سلام، وقتتون بخیر. یه واژه‌ای که نظام به کار میبره این رو من میخواستم بگم که وقتی اینها میگن مردم سالاری، واقعا در اولین سوال برای آدم این پیش میاد که خب این اولا که مردم یعنی چه و دوما سالار بودن مردم چه معنا اینجا پیدا میکنه. وقتی که از نویسنده و روزنامه نگار و خبرنگار و عکاس و خواننده و دراویش و فعالان سیاسی و مدنی و فعالان محیط زیست و غیر و زالک و همه رو میگیرن زندان میکنن، با بلوچ و کرد و اهل سنت و بعضن ترکا و با این همه آدم مشکل دارن، واقعا آدم میونه خب مردم چه شکلی باید انتقاد و اعتراضشون رو نشون بدن؟ هرگاه هم به هر شکل ممکنی به خیابون اومدن، جلو مجلس اومدن، نامه نوشتن، نسبت دادن به اسرائیل و اجانب و اجیر شدگان و نمیدونم از این الفاظ، و یا اینکه الفاظی مثل اینکه خس و خاشاک و یا اختشاشگر و یا چنین چیزایی، چطور ممکنه که همونهایی که در سال 57 اومدن اونا شدن به نیروهای ارزشی و انقلابی، انقلاب شکوهمند، ولی در این حال اگر همین مردم فرزندان همون پدر و مادرانی که در 57 اومدن اگر الان بیان میشن اختشاشگر، ولی اگر طرفداران خودشون بیان اون موقع میشه نیروهای انقلابی و ارزشی و ولایت مدار و همون، در واقع فکر میکنم سالار همونان، در واقع اینا باید بگن بسیج سالاری، ولایت مدار سالاری، والا مردم مگر کیان؟ مردم تمام آهاد یک جمعیت، یک شهر، یک استان، یک کشورن دیگه، غیر از این که نداریم که. متشکرم. با درود و تشکر از تلویزیون اینترنشنال، صدای مردم ایران، ارتشیان غیور ایران، مردم ایران چشم به راه شما هستند. هرچه زودتر به مردم بپیوندید، چون گروهی مزدور دارن خواهر، مادر و برادر شما را میکشند. این حکومت پایگاه مردمی ندارد. مشتی جنایتکار، دوست، اختلاسگر به ایران حکومت میکنند. دریا، گو، جنگل و خاک را به بیگانگان فروختند و ایران را نابود کردند. مردم منتظر ارتشیان غیور هستند. سربازان دلیر ایران، به مردم بپیوندید. الان مردم شما ارتشیان را صدا می‌زنند. با آمدن شما پیروزی نزدیک‌تر است. ارتش حامی ملت است. درود بر شما. یه صحبتی داشتم با این سرکوبگرا و بسیجیا، نیروهای انتظامی. شما که خیلی اعتقاد دارین به دعا نفرین، از نفرین پدر مادرها نمیترسین؟ از نفرینمون جوانا نمیترسین؟ ما بدنمون میلرزه وقتی نفریناشونو میشنویم، وقتی گریهاشونو میبینیم. شما هیچ اتفاقی براتون نمیفته؟ نمیترسین یهو اون باتومه بخوره به سر بچه خواهرت یا بچه برادرت، یا رفیقت اشتباهی باتوم بزنه روی سر خواهر و برادرت؟ یه خورده فکر کنیم. شما که به دعا نفرین خیلی اعتقاد داریم، یک کمی بترسیم، یک کم. با سلام خدمت همه مردم ایران و برنامه خوب اینترنشنال، خواستم اول اینکه تشکر کنم از اون دست از هنرمندان و فوتبالیستا و ورزشکارایی که چه تو ایران چه خارج از ایران پیوستن به این اعتصابات، و به اون دست از عزیزانی که هنوز مردد هستن این وسط وایستان، ازشون خواهش کنم که هرچه سریعتر تکلیفشون رو روشن کنن، یا اینور یا اونور، مردم باید شما رو بشناسن. اینی که وایسید بگید لحظه آخری میایم میپیوندیم به مردم،
مردم شما رو نخواهم پذیرفت. همین الان موضعتون رو مشخص کنید، بپیوندید به مردم، این نظام موندنی نیست. یکی اینو خواستم بگم، یکم این که مردم خواهشن شرکت کنید توی اعتصابات، تنها نذارید این جوان ها رو شرکت کنید. این نظام یک قدم بیشتر تا مرگ فاصله نداره، این نظام رو بفرستیم توی زباله‌دان تاریخ. ممنون از برنامه خوبتون. هموطنان عزیز ایرانی، من به عنوان یک ایرانی خودم رو تو غم مهسا و مهسا و حدیث و نیکا شریک میدونم و اندوه پدر مادر و ایرانی ها رو با تمام وجودم حس میکنم و دلم میخواست که در کنارتون میبودم، به خاطر ناتوانی های بدنی که دارم این امکان برام نیست و مقدور نیست. و تو یک جمله فقط میخوام بگم که اگر این فرصتی رو که الان داریم از دست بدیم، شاید این فرصت سالیان سال طول بکشه دوباره ما همچین فرصتی رو به دست بیاریم. برای اینکه جمهوری اسلامی تا زمانی که حاکم بر ایران هست، وضعیت ما از اینی که هست خرابتر خواهد شد. هممون تلاش کنیم به هر شکلی که میتونیم، اجازه ندیم که این فرصت از دست بره. آدمایی که فرصت ها رو به دست میارن و از فرصت ها استفاده میکنن همیشه موفقن. در این شک نکنید که جمهوری اسلامی به اون لبه مرز رسیده که سقوط کنه. به امید روزی که در ایران آهنگ شروین رو همه با هم بخونیم. سلام، میخواستم بگم که مردم شجاع و دلاور ما باید دیگه از این به بعد هیچ کدوم از این قبوس رو پرداخت نکنن، نه برق، نه آب، نه تلفن، هیچ کدوم. چون اون موقع هم خمینی گفت نپردازید و یه شکست بزرگی بود برای اعلی حضرت. حالا حرف خمینی رو دوباره ما تکرار میکنیم و عمل میکنیم، هیچ کسی قبوس رو پرداخت نکنه. ممنون، متشکرم. تعدادی از پیام‌های صوتی شما بود، پیام‌های صوتی و تصویری زیادی در طول روز به ایران اینترنشنال می‌فرستید. همونطور که در سمت چپ بالای تصویر مشاهده می‌کنید، شما می‌تونید بارکدهای کانال تلگرام و گوگل فرم ما رو اسکن کنید و پیام‌های صوتی و تصویری خودتون رو برای ما ارسال کنید، البته هر موقعی که اینترنت اجازه بده. همدلی و همراهی هنرمندانه در همبستگی با معترضان، هنرمندان ایرانی و خارجی، به اشکال مختلف ادامه داره. با پخش این ویدیوها از شما تشکر میکنیم که با ایران اینترنشنال هستید. این پایان پوشش ما در استودیوی لندنه. تا دقایق دیگر بعد از این ویدیوها همکاران ما در استودیوی واشنگتن همراه شما خواهند بود با پوشش ویژه اعتراضها در ایران. Hi, my name is Arash. Hi, my name is Jada Pinkett Smith. And I stand in solidarity with the brave women of Iran. My name is Odilia. My name is Manu Riva. And I stand in solidarity with the brave women of Iran. And I stand in solidarity with the women of Iran. Of Iran. And their rights to freedom. And I stand in solidarity with the brave women of Iran. Iran. My name is Tara Reid. And I stand in solidarity with brave women. And I stand with the brave women of Iran. And I stand in solidarity. We stand in solidarity. Odvažnymi kobietami z Iranu. With the brave women of Iran. And their rights to freedom. I stand in solidarity with the brave women of Iran. Yeah.
خاک من از دست بره، جایی ندارم، دلم میمیره از باس دیگه نایی ندارم. به جز نام تو ای مام وطن، ای موتنه